اصلا همه چیز مهمونی فرق داشت. از همون سر صبح که می دویدیم برای آماده شدن، یه شادی و استراب همزمان همراهمون بود. همون لحظه که قند توی دلمون آب می شد از دیدن مهمونا، یه جرقه از اینکه نکنه چیزی سر جاش نباشه توی سرمون می چرخید. خلاصه از غذاهایی که پخته می شد تا تمیز کردن اتاقا و هیجانی که زیر پوست خونه می دوید، همشون یه بوی متفاوتی داشت. این یعنی اینکه قراره یه بزرگتر بیاد خونم. سیاوش طهمورس از همون نسل هنرمندای بزرگیه که مدام براشون ایستاده دست زدیم و همه جوره قابل احترامه. همینه که امشب هممون در این خوشحالی برای معاشرت با این بازیگر قدرتمند و قدیمی، یه نمه استراب داریم که کاش همه آداب میزبانیمون از نگاه مهمانمون خوش بیاد. سلام، به مهمانی امشب ما خوش آمدید. بایزت من نگرش کنم بشینم. باش دارم باش دارم اصلا به هر حال همه ما یه مدار میخوام ملاحظه داشته باشم که وقت احسای عدم نشه، اما در دوران جوانی و یا میانسالیتون از بازیگران خارجی یا ایرانی فردی بوده که یا حتی یک یه زمین های دیگه الگویی باشه شما برای نوع لباس پوشیدن یا شما از موتیف من پیروی کردیم؟ چرا زمانهای خیلی گذشته از 50 سال 70 سال قبل یه مدت حاجه گشاد مرد شد یقه یه نمید شد. میخوام اینم شما به اینا علاقه من یه مدل ثابت لباس پوشید یه زمان هستش که شما تحت تأثیر مسائل اجتماعی برمان هستی اون چیزی که وجود داردش استفاده. یک زمان هست به دنبال تقلید فرق میکنه من این شما رو به حال دفتم اون چرا که بدن من زیرفته دنبالش رفتم، چرا که هر بدن میشه شما خاص خودشه داره و یک نوع تقلید به خصوصی هست. ممکنه که مرد فرق میکنه من این یقیقی اتهایی چی خیلی رو شما واسه بدن، اما میبینم که بیدن یقیقی وجود داری که من الان پوشیدم و این رو بیشتر میپسندم. در نتیجه من به دنبال مود نرفتم، به دنبال اون چیزی که من بدن من میشین به شما میاد از مود میکنم. خیلی جالبه، من میبینم مثلا شلوارهای پاچه تنگ مود میشه و همه میپوشن، در حالی این پاچه های تنگ برای آدم هایی که قدشه داره مناسب نیست چون پایدنش رو کوتاه‌تر هم میکنه، از کمر پایین نگاه قدشه منطقه چون دیده میشه و مود میشه همه میپوشن. چقدر جالب که نقطه جالبی اشاره کردی، مطابق بدنتون مطابق اون چیزی که بهتون میشینه شما انتخاب میکنید. یک دلیلش این هستش که اولا دیش که من ایشون پاچه تنگ و ایشون دوست داشتم، گشاد چم دوست داشتم، برای یه حدی که بدن من اجازه میده اون میشدم. اما مشکلی هستش که خیلی ها بدن خودشون رو نمیشناسن، به دنبال همون موده میرن و ما میبینیم که بعضی ها اصلا یک شلوارهای این جوانان میشن شبیه اون جورابای استرچ میمونه که خانمای میشن. چرا؟ من یکی از چیزایی که حالا خیلی مد شده و اکثر جوانان دنبال، البته به خودشون مربوطه، لذتشون ببرن، اصلا ایرادی برایشون وارد نیست، اما از نظر من مثلا خوشایندی، از نظر شما خوشایندی جلد نباشه، اما هیچ دلیل نداری که ما ایرادی بهشون بدیم. اما میشه مطرحش کرد. یه نمونهش شلوارای پاره. بله. یعنی چی؟ مثلا برای چی پس میپوشین شلوار؟ برم دارن پارهش میکنن، سر زانوش پاره، یه طرفش پاره است اینا، بعد پوستون کسی پوشیده معلومه. واسه من چی پوشیدی اصلا؟ من اینا رو متوجه میشم که ایرادی بهشون جوان و هر حال دوست داره دنبال میره، اما دلیل دوست داشتنش و دلیل پوشیدن اون رو نمیدونن اکثرا. یا مثلا فرض میکنم که کتهای بسیار گشادی که بعضی میپوشن، خب جوان نسل جدید نسل جوان هستش و دوست داره، ولی این کاش دوست داشتنمون روی دلایلی باشه، منطقی باشه، همینطوری بی خودی دوست داشته باشه. شما فکر میکنید که نحوه پوشش به تفکر افراد یا حتی به شخصیتشون ربط داره؟
من اون آدم رو اونطور طبق اون چیزی که پوشیده شخصیتش بررسی کنم تو ذهن خودم البته نه اینکه بخوام بروزش بدم اما به هر حال به نظر من که دوستان وقتی لباس رو پوشن وقتی به هر حال حتی رفتار تو جامعهشون در مقای شخصیتشون رو باید موازی باشن که این شخصیت چطوری بروز میکنه از نظر دید دیگران باید این رو فکر بکنم ولی فقط خوش اومدن رو بعد اومدن نیستش کنم استاد از گیریمتون راضی هستیم مر شما رو تونست راضی بکنه ایشون الان ایشون بیش از اون که بخوان من رو فقط در مقابل این نوعها قرار بدن که رنگ پلیده و نمیدونم ناخوشایند بشن بیشتر از اونها پاک کردم ممنون خودشون خب پس با اجازتون ما از این مرحله عبور میکنیم با همشون و میریم به سمت میز گفتگو بریم در خدمتتون مرسی باشم چطور زنده بشم بسیار بشید بسیار چیز زیباییه بسیار چیز بسیار عالی حضورتان از شبت که استاد سختی های زندگی باعث سیغل داده شدن گوهر وجوده انسان میشه همه هم در زندگیشون سختی های متفاوتی رو داشتن هر کسی به نوع خودش در زندگی شما سختی ها چه تأثیری در به وجود اومدن استاد سیاوش طهمورث داشت ببینید شما از زمانی که دارید به دنیا میان از لحظه تولدتون با سختی اصلا مواجه میشید یعنی اگر این سختی نباشه شما ساخته نمیشید درست مثل اونه که مثال براتون میزنم اگر این خاک رو آب برش نریزی و این گل رو نکوبی و به عمل نیاری تبدیل به اون کوزه قشنگ یا اون جام قشنگ نخواهد شد انسان هم همینه یعنی هر کسی اگه بگه من در زندگیم سختی نکشیدم اشتباه محضه من شاید که بتونم اینطوری بگم براتون که سختی من از زمان شروع میشه که پدرم هم فوت میکنه خدا رحمت و متشکر دلیلش هم که من از 7 سالگی پدرم رو دست دادم در نتیجه مثلا در اون زمان خب سختی های زیادی وارد زندگی آدم میشه چون اون کسی که داره زندگی شما رو میچرخونه اون یفه هیچ میشه و شما میمونی با تمام سختی های زندگی اما این سختی ها دو جنبه میتونه پیدا کنه یکی شما در مقابلش خودتون ببازی و به قهقرا بری یکی بتونی در مقابلشون بیستی و سختی ها رو تحمل بکنی و من نمیدونم نه اینکه بگم قصد داشتم یا هدف همین بوده یا فکر این داشتم حالا شاید ناخودآگاه بوده در مقابل این سختی ها ایستادگی کردم ادامه دادم و به همین دلیل شاید که تجربه من از این سختی های زندگی از این نمیدونم خوشی های زندگی از تمام اون عوامل زندگی شاید که زیاد باشه و من به خاطر همون سختی هم از زندگی بیشتر لذت میبرم به این موضوع معتقد هستین که کسانی که از سن پایین از سن کودکی به عنوان مثال خود شما در سن 7 سالگی پدرتون رو از دست دادین شما هیچ نقشی توش نداشتین یعنی سختی برای شما پیش از این که حتی خودتون رو پیدا بکنین به وجود اومده بله شما فکر میکنین که این که از یک سن همون 7 سال 8 سالی همچین اتفاق برای زندگیتون افتاده چقدر مؤثرتر بوده که شما در طول روند زندگی مقاومتر باشین در مقابل سختی ها و جدیتر باشین در کسب موفقیت هایی که تا الان داشتین این همه ای معنی ها وقتی میگیم سختی وقتی میگیم خوشی وقتی میگیم نمیدونم همه اینها یک معنی خاصی پیدا کرده اون سختی رو شاید که من الان از دیدگاه خودم شما از دیدگاه خودت ببینی ولی اون زمانی که اون فشاری بر جسم من بر روح من بر روان من وارد می‌شده شاید همون باعث خوشایند من بوده در اون لحظه چون من احساس ساختگی و سازندگی در خودم حس می‌کردم ولی الان وقتی نگاه می‌کنم شاید از دید الان من اون سخت به نظر می‌اومده
اون فشار روحی بر من وارد میکرده، در صورتی که همونا شاید اگر نبود من ساخته نمیشدم. خیلی ممنون، چقدر توضیحات زیبایی. من چند نکته بهش اضافه میکنم. اول بپرسم که چیزی میل میکنین الان؟ تشنه هستین؟ چرا، اگه بدن میخورم. چای، آب، چه چیزی الان آب میلده؟ چایی دیگه الان منو فرق نمیکنه. دانیال جان میشه محبت کنی آب بیاریم برای استاد؟ مرسی. حالا یه چیزی دیگه ببخشید قبل از اینکه شروع کنیم، این که خیلی خوبه، یک این طرح کلیتون رو من خیلی پسندیدم. برای اولین بار داره اتفاق میفته. بله. همه چی رو، همه چی از اتاق گیریم همینجا، اتاق فرمان همینجا، مدیر ما هم صحبت می‌کنیم، بوفمون همینجا و بسیار عالیه. خوشحالم که دوست داشتین. بچهای فیلم برداری، کارگردان عزیزمون با در واقع میز سوئیچ اینجا نشستن. بسیار عالیه. چیزی بل... پنهان نداره. بله، چیزی پنهان نداره. همینه. همش روه. بله. بله. عرض کنم من می‌خوام اگر اجازه بفرمایید به فرمایشات شما چند تا نکته اضافه بکنم. مرسی. دانیال جان، خیلی ممنون. مرسی ممنونم. چکرم. حضورتون عرض کنم که شما میدونم این رو که بسیار انسان وفادار و متعهدی هستین در همه زمینه‌ها و قدرشناس. توقع دارین که دیگران هم در قبال شما وفاداری و قدرشناسی داشته باشن؟ در حرفه خودمون من مترفرم از بی احترامی، چرا که خودم به همه احترام میذارم. من زمانی که روی دارم کار میکنم به دوستانم توصیه میکنم، میگم ببینید اونی که داره برای شما خدمت میکنه، اون که داره برای شما بعدش اینجا رو نمیدونم آماده میکنه، اون کسی که نمیدونم کنار دست فیلمبردار داره کار میکنه، ریل میچینه برای شما، اینقدر میره و میاد، و اون کسی که توی آبدارخونه کار میکنه، زحمات اینا رو ندیده نگیرید. اینا خیلی عزیزن، خیلی دارن زحمت میشن. در لحظه‌ای که شما داری کار میکنی اونا کیلومترها دارن راه میرن. بله بله، اصولا پشت صحنه حالا درگیری خیلی زیادی داره. در نتیجه توقع دارم احترام به هم بذاریم، توقع دارم که همدیگه رو ببینیم، توقع دارم که زحمات و تجارب دیگران رو ببینیم. یه مونش میگم، من وقتی به شما تلفن میکنم اگه جواب من نمیدی بی احترامی داره به من میکنی. بله. هیچ بهانه ای قابل پذیرش نیست. وقتی من برای شما چیزی رو اسمس میکنم، پیامکی میفرستم، وقتی جواب من نمیدی بی احترامی به من میکنی. نه بی احترامی میکنی، توهین میکنی به من. این بده، زشته. الو نمیخوام باهات حرف بزنم. عالیه، بی نظیره. یعنی برخورد مستقیم، رفتار همراه با صداقت. برخورد اون باید با هم یه درست باشه. بله. بی احترامی به هم نکنیم. چه من به شما، من حتی به یک بچه که با من همکاره نباید بی احترامی کنم، اون هم به من نباید بی احترامی کنم. بعد اگر که برخورد خدای نکرده نامناسبی باهاتون بشه و ناراحت بشین، به روی افراد میارین؟ نه به اون صورت که توی نامیز باشه، ولی بهش میفهمونم که داری بی احترامی میکنی. بسیار عالی. اینقدر بحث با شما و صحبت شیرینه که من دلم میخواد برم توی فضای سینمای حرفه‌ای. یه جایی برید که شما... بله حتما. من ندیدم شما تیپ بازی کنیم. تیپ بازی نمی‌کنیم. ببینیم تیپ بازیگر یه همه اونبشه بودن، بازیگری نیست. تیپ بازیگردن یعنی تقلید آدم‌هایی که اطراف ما هستن. ببینید چه؟ اما کاراکتر سازی یه چیز دیگه. کاراکتر شما باید سابقه اون آدم رو بدونی، باید اون شخصیت اون آدم بشناسی، موقعیت تفکر اون آدم بشناسی. تیپ سازی یعنی این که فرض رو یه مثال براتون میزنم. فرض بفرمایید که میگن که شما یه معتاد بازی کن، بلافاصله کمرم خم میشه، دستم نه 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 نه، این اداست، این تقلیده. باید پیدا کنی به چه دلیل شما اینطوری میشی. اون آدمی که معتاد میشه چه شخصیتیه؟ همشون اینطوری نمیشن. به قول معروف اونی که جنس خوب میکشه یه جوری دیگه معتاد میشه، اون که جنس بد میکشه یه جوری دیگه معتاد میشه. بعدم اون چه شخصیتی داشته معتاد شده؟ اون کجای زندگی قرار گرفته معتاد شده؟ اون به چه دلیل معتاد شده؟ ببین همه با فرق میکنه. اون چه کاراکتر سازی، شخصیت سازی. تیپ سازی خوب نیست.
به نظر من. موافقم. نوع بازیگری شما هم هیچ وقت من هیچ وقت ندیدم تیپ بازی کنین. حالا... شخصیت و کاراکتر بازی میکنین و همین دلیلم دلنشینه به واقع. من حالا مثال بزنم، حالا بعد یا این دید از بنده، شاید کارهای دیگه من ندیده باشن، تئاترای من شاید ندیده باشن و کارگردانی های من ندیده باشن، تصورشون این هستش که من اصلا همش به قول اینا نقش منفی بازی کنم. نقش منفی بازی اشکال نداره، اما من نقش های منفی که بازی کردم هیچ کم شبیه هم نیست. نه نیست منفی هم، ولی شبیه هم نیست. نه من یادم یک سریالی بود اسمش متاسفم گرگا هستش، در ارتباط فوتبال بود اون به سوی پیروزی به سوی پیروزی، ولی هیچ کدوم شبیه هم نیست. نابرد رنج به سوی پیروزی، گرگا زیر تیر، اخیراً زخم کاری که بازی درخشان تو زیر تیر، ولی هیچ کدوم شبیه هم نیست. به این دلیل که من اینو خیلی متوجه میشم که شما نقش رو زندگی میکنین و شخصیتش رو میسازین، کاراکتر رو در خودتون میسازین. چون خودم بیشتر لذت میبرم، ولی که اون زمانی که دارم زندگی میکنم دیگه اینه تحمل سیستم، این لذت بخشه. چقدر تو میمونه نقشایی که بازی میکنین؟ یعنی از زمانی که اون فیلم یا سریال تموم میشه چقدر این کاراکتر همچنان همراه شما هست؟ ببینید این کاراکتر چون در من وجود داره اصلا، خارج از من نیست. من در جامعه پیداش میکنم، بعد این رو میام در خودم پیدا میکنم، مال خودم میکنم، حالا اون خودم زندگی میکنم. در نتیجه او با من همیشه هست، اما من چه بخوام چه نخوام ناخودآگاه برمیگردم به این خودم. متوجه هستم. درسته که در بازیگری ما وام میگیریم گاهی از انسانهایی که دیدیم. میگن بازیگرا باید خیلی چشمان تیزی داشته باشن و در طول زندگیشون. میفهمم. ببینید ما دو جور مطالعه داریم، یه مطالعه کتبی داریم، بله، یه مطالعه شفاهی داریم برای بازیگر شدن. مطالعه کتبی این هستش که به هر حال میخونیم و هر شبات که فیلم میبینیم و چیزهای دیگه و این مطالعه کتبیه. اما شفاهیش چیه؟ شفاهیش گردش در اجتماعه، همون وام گرفتن است دیگه. ما حدود 6 میلیارد شخصیت داریم. بله. شاید 7 میلیارد الان. ما 7 میلیارد نوع آدم داریم، راه میره. راه رفتنهای مختلف داریم، حرکات مختلف داریم، نگاه‌های مختلف داریم. زمانی که ما به تنهایی خودمون از خونه خارج میشیم، از لحظه‌ای که خارج میشیم، اولین آدم تا هزارون آدمی در طلوع آدم میبینیم، هزارون آدم میبینیم و هزارون آدم رو باید ببینیم، نه نگاه کنیم، باید ببینیم. و اینها شخصیت سازی ایجاد بود، اینا مطالعات شفاهیه. و واقعا در لحظاتی از بازیگری به کمک آدم تأثیر داره در بازیگری و خیلی بازیگری میسته. یعنی شما فرض کنید که یک نفری به هر حال حالا معلوله، یه جور آدم رو علیل بودن این دلیل داره، اون دلیلش باعث میشه که یک نوع از عضلات شما از کار بیفته. بله. در بازی بود عضلات شما از کار بیفته اگه اون شخصیت موقع زندگی کنی، طبق مطالعه‌ای که کردی به اون شخصیت رسیدی، حالا باید اون لحظه در اون جایی که باید عضلات شما از کار بیفته. به همین دلیل میگم زمانی که معتاد داری بازی میکنی باید ببینی اون اعتیاد شما، اون مواد مخدر شما در کدوم عضله شما تاثیر گذاشته، چه لمسیت وجود ایجاد کرده، چه از کار افتادن ایجاد کرده، اونجا ما شما ازش استفاده بکنی و الا داری ادا در میاری. درسته. به همین دلیل هم نقش هایی که اینچنین بازی نمیشه باورپذیر هم نمیشه. دلیل این هم که حالا شما رو با نقش های منفی میشناسن این نیست که شما همیشه نقش منفی بازی کردین، اینه که کارهایی که درش نقش منفی داشتین اقبال بیشتری داشته، اون کار اقبال بیشتری داشته. بله. و شما هم در اون کارها دیده شدین و درخشان هم دیده شدین. خوش. به نظر من هم اصلا اهمیتی نداره، چون شخصیت موضوع درخششه. بله. اون شخصی... درست نقش زندگی کردن در اون نقش میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه. من اخیراً بعد از شخصیت وقتی زندگی بکنی من مثبت منفی نداره که. اگر شما شخصیت بین بسید بگم بسید
منفی بازی کرده خیلی، مثبت بازی کرده خیلی راحت. که اون مثبت بازی کردن با روان شما بازی نمیکنه. مثبت بازی کردن با یه شش خمار کردن، با یه توسط، با یه روی باز مثبت میشه. نه اصلا بازی در نقش منفی که بسیار سخت‌تر از نقش مثبت. یک، دومی که اگر این نقش منفی که در جامعه، البته من میگم ضد قهرمان، مردم میگن بله ضد قهرمان، اگر که اون بازی اون نقش ضد قهرمان یا منفی وجود نداشته باشه، نقش منفی نمیتونه خودش نشون بده. چون نقش مثبت. نه، به دلیل اینکه زمانی سپیدی، سفیدی معنی پیدا میکنه که سیاهی وجود داره. باشه. بله. یک، دومی که ما جامعه‌مون رو میتونیم نشون بدیم. جامعه ما همه جور وجود داره. به قول شما منفی، خاکستری، سفید، هر چیز وجود داره. حالا ما باید که تماشاگرمون رو بکشونیم در این جامعه و ببینه که همه اینها رو و تجربه بکنه دیگه. و من هم نقش منفی که در من وجود داره زندگی بکنم، لذت ببرم از اینکه روش کردم این نقش منفی. به به. چه ژانری رو بیشتر دوست داری؟ بازی چه ژانری رو در سینما بیشتر دوست داری؟ جانم، چه ژانری رو در سینما بیشتر دوست داری؟ ببین برای یه بازیگر چه فرق نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه. بحث علاقه است. نه، هیچ فرقی نداره. اگر کسی بگه من این ژانر رو دوست دارم، دلیلش این است که به یک خاص و به یک پسندی رسیده که شیفته شده. اون شیفتگی بده. شیفته هیچ انسان و هیچ رفتاری نباید بشه بازیگر. بسیار. و یکی از ایرادات من این هستش که در حرفه خودمون خیلی از نویسنده ها، خیلی از کارگردان ها شیفته بازیگر میشن. شیفته یه بازیگر میشن. و این بده. بله. بده. مثل اینکه شما در یک جامعه شیفته یک نفر بشید. یک هنرمند نمیتونه شیفته یک اخلاق به خصوص باشه، باید شیفته انسان رو به صورت کامل بشه. درخشش چطور میبینین در این؟ من پرانتز باز میکنم وسط فرمایشتون چون به همینجا میخوایم برسیم. بحث جالبیه. درخشش در سینمای امروز برای بازیگرهای جوان یا میانسال رو چطور میبینین؟ این به نظر شما امروز مبتنی بر توانایی و سواد و کار کردن روی خود، مجموعه که بخواد یه بازیگر رو بسازه هست، یا اینکه عوامل دیگری وجود داره که کمک میکنه که حتی یه تعداد که ممکنه استعداد لازم هم نداشته باشن بیان دیده بشن، بولد بشن، بیشتر بهشون توجه بشه؟ باور کنین که دیگه از این بازتر نمیتونم ببینید بیان کنم. اونایی که به اتفاق میان میذاریم کنار، اونا اصلا نمیشه روش حساب کرد. اون هم دلیلی داره البته، اگه بشه بعد میگم اینو. اما ما نمیتونیم الان این صحبت از مطالعه یا استعداد این بازیگران جوانان بکنیم، برای که من معتقدم خیلی با استعدادن. من معتقدم که هستن که مطالعه میخوان بکنن، اما متاسفانه تنبل شدن. اما به نظر من هنوزم این بچه ها با تمام این کمبود امکانات به نظرم بازم دارن شاهکار میکنن. چقدر خیلی خوبن. این که شما بفرمایید مهمه، چون ما صحبت از این میکنیم که عالی باشن. بله. خوب بودن کافی نیست. بله. من از اینجا توصیه میکنم به دوستان، همکاران عزیزم، خوب بودن کافی نیست. باید عالی باشید. عالی باشید و استعدادش دارید و استحقاقش دارید. باید شرایط هم براشون فراهم بشه و دیدگاهمون هم هممون به سمت عالی شدن سوق بدیم. البته این بحث رو ادامه میدیم. ما یه بخشی داریم در برنامه، باکس رخ به رخ، که یک موزل اجتماعی که دغدغه شماست به انتخاب خودتون چند دقیقه برای مخاطب و برای همه ما سخنرانی بفرمایید اگر افتخار بدید. من تمام حرفو میزدم، خودم میرم برگشت ادامه میدم اونجا. خب بفرمایید، انتخاب با شماست. من شما رو همراهی میکنم. بفرمایید. چک. دیگه یه استفاده ای ازش میکنیم، علی رغم اینی که اصلا نسبت به اون آدم هم این احس نداریم. عشق خیلی بالاتر از این حرف، کلمه عشق، عشق دست کم نگیرید، عشق به دو نیروی متضاد یا دو نیروی مثلا کامل کننده هم دیگه، مثلا مثل مؤنث مذکر نگیریم. و واقعا هم همین هست. امروز در جامعهمون خیلی میبینیم، حالا من به استاد خیلی توجه نکرده بودم، ولی میبینم که به همه میگن عاشقتم. اصلا این عیار این کلمات
رو دارن میارن پایین و خیلی هم بده. خیلی ممنونم، خیلی قشنگ بود. شما در 75 سالگی البته همیشه دست به نوشتن داشتین، کارگردانی کردین، تهیه کردین، بازی کردین در زمینه‌های مختلف، تئاتر، سینما، تلویزیون، اما در 75 سالگی بزنم به تخته کتابتون رو نوشتین. چطور؟ من عادت داشتم که خدمت رو از کنم که می نوشتم، همیشه برای خودم می نوشتم. بعدم هیچ ادعای نویسندگی هم ندارم، بر درد دلهاییست که با خودم می کنم توی مسائل اجتماعی و فلان حرفا. اون چیزی که اجتماع تأثیر در من می ذاره و باعث میشه که من درد دل کنم، این رو برای خودم می نوشتم. تا یکی از دوستای من صحبتی می کردیم، صحبت همین نوشته ها شد و چاپخونه ای داشته اینا، گفت بیار بده من اینا رو چاپ کنم. گفت نه برای چی؟ گفت نه حیفه، یادگار میمونه اینا. بعد من دوتا از این کارامو، دوتا که هر کدوم میتونست کتاب بشه و هر حال، دادم بهشو. یکیش که به هر حال قصه های متفاوتی هستش، رومانیست، قصه های کوتاهی هستش، از دو سه صفحه داره تا 24-5 صفحه و درد دل‌های اجتماعی هستش در اصل. اینو دادم و چاپ کرد، بخشم شد. دومی که کاملا همشون از یک صفحه تا سه صفحه، 4 صفحه بیشتر نبود، مون تا کاغذ وحشتناک گرون شد و مونده، هنوز چاپم نشده. اما به هر حال این دلیل نمیشه که من بیام حالا ادعای نویسندگی بکنم. حیفه. به هر حال در مقابل بعضی از نویسنده های عزیزمون ادعای نویسندگی کردن یه مقدار زشته. من فقط دارم درد دل اجتماعی میکنم. این درد دل هاییست که در تنهایی خودم دارم و اونها رو بیان میکنم. کدوم یکی از نقش هایی که تا حالا ایفا کردین برای شما محبوب ترینه؟ نه ببینید، خب چی دارم شروع میتونه بگه؟ من شاید که نمیخوام اینو که حالا شما شاید ندیده باشید اینا، من یکی از کارهایی که کردم به نام ایولف کوچولو، کار ایبسن بود، کارگردانش هم آقای آربی اوورستان بود، من اینو کار کردم، بازی کردم و بسیار چیز زیبا و خوبی هم بود. منتها در اون زمانی که من اون نقش اصلی اون کار بازی میکردم، صحنه حتی مجبور بودن اینا رو سفید بکنن برای که من سنم بره بالاتر. و خب به هر حال خدا رو شکر که مورد پسندم واقع شده بود و خوشحالانده بود و من هم خودم راضی بودم. اما هنوز آرزو دارم اون نقش رو بازی کنم، دوست دارم. الان به این سن من دیگه بهتر میخوره، میتونم بازی کنم. اما خوشحال خودتون کارگردانش نمی کنین دوباره همون تاعتون؟ نه اون، نه اون رو ببینید، نه حیفه. برای که طرح بسیار فوق‌العاده کار شده بود و شخصیت سازی و نوعش اینو، من اگه بخوام خودمون رو کار بکنم دوباره باید طرح نو بزنم و این طرح نو زدن در مقابل اون کار یه مدار جسارت و شاید که تصور این بشه، کارگردان شاید تصور این بکنه که من ادعا دارم که بهتر اجرا میکنم. نه، من دوست دارم اون کارگردان بازم کار کنه، من بازی کنم. پس محبوب‌ترین نقشتون رو متوجه شدم. از بین سریال ها که کار کردین، کاری که خیلی بهتون چسبیده کدوم بوده؟ شاید که هر کدوم این بازی ها در زمان خودش برای من زیبا بوده، برای من عشق آفرین بوده، برای من لذت بخش بوده. حالا چه از اون سریال آینه بگیریم یا سریال گورکا بگیریم، بله، تا این آخری که زخم کاری بوده، که البته دوتا دیگه دارم بعد از زخم کاری خواهد اومد. از شاید که یک جواب چیزی از کلیشه ای هست همیشه داده میشه و اون هستش که میگن که من از این 5 تا انگوش هیچ کدوم نمیتونم انتخاب کنم. میفهمم. از بین بچه هم نمیتونم هیچ کدوم انتخاب کنم. همه برای من خوبن، همه برای من نازنینن، برای که همه اینا شخصیت های اجتماعی درون منن، با هم دیگه تفاوتی ندارن. آخرین کارگردانی که از شما با این سطح از تجربه بازی گرفته کیه؟ اولی و آخریش هم بگذاریم از سر این سوال. بگذاریم؟ باشه. چون این موزل بزرگیه. بگذاریم.
ما شما جایزه جشنواره هم بردین؟ جایزه‌ای در جشنواره در فجر من جایزه بردم بند. ولی سینما رو به من جایزه نمیدن. در دهه فجر یعنی چی؟ دهه فجر تئاتر هم بوده. تئاتر بود. سینما به شما جایزه نمیدن؟ نمیدن به من. نپرسید چرا. چشم. خب ما یک بخش دیگری داریم در برنامه‌مون که یک آینه هست به اسم آینه رخ به رخ که شما رو بدون نقاب در مقابل این آینه قرار میدیم با صداقت کامل. یه سری سوال هست که من به عنوان صدای ذهنی شما براتون میخونم و ازتون میخوام که با خودتون مواجه بشین. امیدوارم این سوالاتون انقدر خصوصی نباشه که من جرأت بیانشو نداشته باشم. نه حتما خصوصی نیست. ضمن اینکه اگر سوالی بود که علاقمند نبودین که پاسخ بهش بدین مختار هستین. قطعاً سوالایی که به هر حال اجتماعی باشه جواب میدم و سوالایی که به هر حال خصوصی باشه مال خودم باشه قطعاً جواب میدم. نه حتما ما وارد حریم خصوصی شما نمیشیم. پس بریم. بفرمایید. نورا بره لطفاً. بفرمایید خواهش می‌کنم. مرسی. نور آینه رو بدین لطفاً. خب. سلام. کجایی؟ سنی گذاشتم. دوران روزگار غریبیه. آسیوش برام پیش میاد برام به دورانی تموم میشه میای و نمیدونی که این درسته با من نیست برحال خوشحالم که هست و همین مهمه هر دوره ای هم زندگیت رو آمدی و باهاش کنار اومدی و تحملش کردی و باهاش به هر حال اونس گرفتی خیلی خوبه ولی حواس جمع باشه یک جا نمونی ها باور نکنی همه چیزی رو از این موقعیت ها رو همه میان همه موقعیت ها رو دست بیارن همه به اوج خودشون به قول خود شما بده به اوج میرسن و میرن اما این همه نیست آراغ سیاروش همه چی مال خودت نیست تو تجربه کردی، جمع کردی، زحمت کشیدی تحویل بدی و بعدم خدا بده نشی شاید که نمیدونم بعد از این چند سال دیگه؟ دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه، پنج سال دیگه، حتی یک سالش دیگه بتونی به هر حال این تجاربتو منتقل کنی به دیگران ولی بعدش نه بعدش باید که بنشینی، استراحت کنی و منتظر بودی منتظر اون چیزی که از وقت تولد با تو بوده فکر میکردی این بقیه هم اینطور، بقیه هم اینطور فکر کنن فکر من که متولد شدن ولی پایان برش نیست ولی اون پایان مرتبط متولد شده چه بخواد، چه نخواد پس جالا که وقت داری هر چه تجربه کردی هر چه آموختی هر چه ذخیره کردی سعی کن منتقل کنی به دیگران مقصد به جوان یک جوان باید بیا جای تو رو بگیره یک جوان باید تجربه تو رو کسب کنی غیر از این هم نیست قدم نگران نباش با من یه اتفاق میفته علای شما راحت باش 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 اصلی لذت ببر تا اونجایی که انسانیت رو مخدوش نکنی دیگران رو از بین نبری به خاطر لذت بردن خوده به خاطر اون چیزی که بهش عشق می‌ورزی بریم خدافظ
نداشتم یه حرف بزنی. اصلا دیگه دیگه نیاز به سوال نبود واقعا. میگم همه سوالا شما خود جواب بدید. نفهمیدم چی گفتید. نشیدم و رفتم دیگه برات حال شو برم. برو پیش بیا. کات ندیم بچه‌ها، نور صحنه بیاد همینجوری ادامه میدیم. عالی بود. به هر حال حالا ما به هر حال یه فکرای من داشتم با خودم کردم. یه صحبتایی با خودم بالا پایین کردم اینا. امیدوارم که اونها هم به هر حال مثبت ثمر واقع بشه. حالا چیکار کنیم؟ لذت بخش بود. ما قسمت بعدی برنامه‌مون کافه است که دانیال جان تیکه تیکه نه یک نفس رو بدون قطع شدن، یه جوری مثل آب که توی رود جریان داره، ادامه دار و تمام نشدنی. این بار جلوی آینه همین شد. تمام سوالایی که قرار بود ما ازشون بپرسیم نپرسیده جواب دادم. شبیه تکگویی یا حدیث نفسی که همیشه همراهشون بوده، متفاوت و جذاب. حالا نوبت یه معاشرت صمیمی‌تر و شیرین‌تر. توی کافه رخ به رخ مجال اینجور حرفا و صحبت هست. حدی که از این وسایل نقلیه رو بتونید بخرید برای خودتون، کدومش رو انتخاب کنید؟ ترجیح شما کدومه؟ مگه من یعنی این چیزا حامله ما بخرم؟ اجازه دوی با هم ماشین خود بوده. چرا؟ ببینید این کاری که این میکنه، یعنی لحظه و هر دقیقه و هر ثانیه در اختیار منه و تمام کارهای روزمره رو میتونم باش انجام بدم، ولی با اون هواپیما نمیتونم. هواپیما گاهگداریه، هواپیما هفتهی ماهی فلان. خب من چرا خودم رو گرفتار وسیله‌ای بکنم، فکر خودم مشغول وسیله‌ای بکنم که ممکنه هفته یا ماهی استفاده کنم؟ از همین بیشتر لذت میبرم. بسیار عالی. اگر با این ماشین بخواین یه سفر برین کجا میری؟ ما در استاد این خدمت دست شما در نکنم. چرا؟ چرا؟ پر کردیدان یا میریزه؟ ما در این کشور بایم. مرسی. در این کشور بایم به اسم ایران جاهای دیدنی بسیار فوق‌العاده داریم. میتونم بگم از کویر لوت گرفته تا شمال سرسبزمون، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب بسیار جاهای زیبایی داریم. یعنی من الان میتونم بهتون بگم که اگر من این توانایی رو داشته باشم، اگر این موقعیت داشته باشم، اگر این اراده رو داشته باشم، با این ماشین بخوام برم همه ایران رو میگردم. حالا این سفر رو با کی میریم؟ یک نفر رو بخوایم با خودتون همراه کنیم، با کی میرین سفر؟ من جز دارم بچه هم نمیرم با کسی سفر. آخه چقدر جذاب. البته این رو در مورد شما میدونستم. سلیقه غذاییتون چیه؟ هر جایی که میرین غذاشو امتحان میکنی یا نه غذای؟ نه من هر شاید که هیچ غذای مشکل ندارم. من یعنی هر غذایی که باشم آدم ایرادگیر نیستم نسبت به غذا، اما اون چی وجود داره عاشق خوردن غذا نیستم. غذا را اگر میخورم لذتم ازش میبرم، اما برای سیر شدن بیشتر میخورم و بیشتر از مخلفات غذا خوشم میاد. مثل سالاد و
آره سالاد ماسوخی آره بعد نمیدونم نمیدونم از این سبزیه این چیزا بیشتر اینا رو دوست دارم. خب مفید هم هست دیگه به لحاظ غذا، خیلی مغذی ان اونها. بله البته من دیدم که جلوی پیش دانیال که بودیم تمام این چایی ها رو میشناختیم. بله همه اینا رو من دارم استفاده هم ازش میکنم و بسیار اون چای ترشو که اصلا هفته یکی دوبار حتما میخورم. خودتون هم غذا درست میکنین؟ آره دستپاتون خوبه؟ آره بگه اون شنیدم خوبه دست دیگران که میخوره باید بگه خوبه یا نه من که خودم نمیدونم. من شنیدم البته هنوز افتخار نداشتم دستپات شما رو بخورم ولی نه چی درست میکنین؟ چه غذایی بهتر از هر غذایی درست میکنین؟ ببین غذایی مختلف من درست میکنم بالا نه حالا در حد زیاد ولی چند تایی که برام درست کنم هم نمیاد. یه غذایی هم هست که مثلا با گوشت چرخ کرده درست میکنم که اصلا ساخته خودمه خاصه یا مثلا کباب مایتهی درست میکنم به قولی میگه که مثلا با تخم مرغ اما اقسام غذا رو درست میکنم املت و بدون گوجه بدون گوجه خاگینه بلارم درست میکنم و در صورت که آبگوش آبگوش رو درست میکنم و خیلی هم خوبه و غذاهای مختلف یه دیگه در حدی باشه که مثلا من قرمه سبزی نمیتونم درست کنم برای که سبزیاشو درست نمیشناسم ولی پختنش راحته. به خصوص الان غذا درست کردن با این کتابه های آشپزی و اینا هم که وجود داره یکی دو باری که خراب کنه دفعه سوم یاد میگیری میشه درست کرد. وقت خالیتون رو باشی پر میکنی؟ وقت خالیتون وقتای آزاد خالیتون حالا البته فرمودین که کتاب زیاد میخونین اما نه نه خب کتاب میخونم و نمایشنامه میخونم فیلم نامه میخونم بعد از شاد که تلویزیون نگاه میکنم بعد با این گوشیم برمیرم عملا یه نوع سرگرمی شده دیگه آره اینستاش هستش و نمیدونم واتساپ هست و غیره و غیره و بعد معمولا با یک دو تا از دوستان تلفنی صحبت میکنم نه اینکه بشینیم با هم دیگه ببخشید مزخرفات بگیم نه میشینیم بحث های هنری و اینا رو کنیم با هم دیگه و گاهی اوقات ببینید که جفته ما خسته بشیم نیست که دو سه ساعت با هم حرف زدیم و نه بسته دیگه بذاریم گوشی رو بعد از شاید که تلویزیون نگاه میکنم بعد آشپزی میکنم گاهی هم اتفاق میفته ها اتفاق میفته فقط میشینم و فکر میکنم به یه چیزی فکر میکنم. میل نمی کنین دانیال جان بیار کتاب استادو بیار دیگه از کتابشون هم یک بخشی به به. اتفاقا من اعتقادم بر اینه شما بسیار لبخند شیرین و زیبایی دارید انرژی خیلی خوب ازش ساطع میشه برخلاف اینکه حالا نقشای نگم منفی ولی نقشایی رو بازی کردین که ضد قهرمان بوده ولی لبخند و خنده خیلی شیرینی دارین خیلی ماشاءالله خوش صحبتین. میتونم خواهش کنم یک قسمتی رو از کتابتون برامون بخونین؟ ببینید نه اجازه بدید که وارد اصلا بازش نکنیم بیا این پشتش یه تیکه از یک چکه سر نوشته یه مقدار شعر رو تماشا نه اون نوشیدنی رو بعد همم می‌زدین ها نمی‌دونم این چون وقت میگیره دانیال عزیز ما رنگو می‌ریزه تو نه این سفته دیگه یه طبیعیه یه قرمزه رنگ طبیعیه رنگ طبیعی نه میگه رنگ طبیعی نه دانیال به واقع حرفه‌ای ها یعنی آوردیمش اینجا حرفه‌ای خدا حفظش کنم چند تا کافر رو بنده خدا بسته اومده اینجا الان پیش ما وایس خدمت عرض کنم که خب سیاوش تمرس نوشته متولد 1125 هم هست بازیگر و کارگردان نویسنده این که این پشت نوشته بله من گناهی ندارم میگه مادر فتیله چراغ رو بالا کشید تا روشن‌تر بشه و بتونه صورت بچه رو بهتر ببینه آروم رفت بالای سر بچه و نشست به تماشای بچه خواب بود اما توی خواب تقلا میکرد مثل اینکه از چیزی ناراحته فکر کرد حتما باید ناراحت باشه بچه هم چیزی ازش باقی نمونده توی این مدت از بس ناراحتی کشید آب شد شده پوست و استخون
چراغ رو گذاشت رو زمین، نشست، زانوهاش رو بغل گرفت و رفت تو فکر، فکر خود بچه، خود تو فکر. خود بچه هم دیگه نا نداشت. روزا باید کار خونه رو میکرد و از طرفی هم حواسش به بچه باشه. شبا هم که از قصه و نگرانی بچه خواب نداشت. دیگه انقدر ضعیف شده بود که اگر یک لحظه می نشست در هر حالتی که بود خوابش می برد. اما وقتی می رفت که بخوابه نمی تونست. یعنی فکر و خیال نمی زاشت که بخوابه. اصلا وقتی می نشست انقدر بدنش از زور خستگی درد می کرد و خورد و کوفته بود که نمی تونست از جاش بلند شه. همچی که رفته بود توی خودشو چشم از بچه بر نمی داشت، فکر می کرد آخه این طفل معصوم چه گناهی کرده که باید اینطوری بشه؟ آخه ما چه خطایی کردیم که باید این همه مکافات پس بدیم؟ اما اگه دیگه کسی رو آخه ما که دیگه کسی رو نداریم بهمون کمک کنه، نمیتونن هم کمک کنن، برای اینکه خود اونا هم بنده های خدا خرج دارن، میخوان زندگی کنن، باید فکر بچه های خودشون هم باشن. خدایا دیگه چقدر باید برم پیش این دکتر و اون دکتر، چقدر این بچه باید عکس بگیره، آزمایش بده، این طفلکی دیگه خون تو تنش نیست، چقدر باید دوا بخوره؟ بچه‌م اونقدر آمپول خورده تمام تنش سوراخ سوراخ شده. این دکتری آخری هم که دیگه آب پاکی روخ روی دستمون. آخه مگه میشه برای مریضی این بچه دوا و درمانی نباشه؟ یعنی همینطور بشینیم برای سرش دست روی دست بذارم منتظر بشم؟ زبونم نتونست صدا بده. روش رو از بچه برگردوند، ترسید حتی برق فکرش به اون بچه بخوره. با خودش گفت بر شیطون لعنت. یه تیکه از قسمت یکی از داستانش. چقدر زیبا مجموعه داستان کوتاه از تو میگویم آقای سیامش طهمورث. خیلی خیلی ممنونم. استاد دور از جونتون، نگاهتون به مقوله خداحافظی چیه؟ خداحافظی برای شما چه معنایی داره؟ وقتی میگن خداحافظ یعنی امید دارن دور شما رو ببینن، میخوان که شما حفظ بشید، بمانید، یعنی خداحافظت باشید. بله، خداحافظی به این معنی نیست که شما رو ترک میکنن. خداحافظی به این معنی هست که دور شما رو ببینن. زنده باشید. افتخار دادین که تشریف آوردین. خیلی استفاده کردیم واقعا همگی. محو شخصیت و کلمات و تجربه و اصلا دیگه طولانی اگر بخوام محسنات شما رو و صفاتتون رو نام ببرم، آرزو میکنم که خیلی زود مجدد شما رو زیارت بکنم. همینطور از طرف همه اینو عرض میکنم، در اختیار شماست. اگر فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه که من خداحافظی کنم. آرزو نمی کنم، برای که آرزو در من میماند. آرزو خارج از انسان نمیشه، آرزو به سرانجام نمیرسه. من امیدوارم که شما رو دوباره ببینم. بسیار بسیار ممنون. بعضی ها اینجوری هن، خداحافظی رو سبک میکنن، نمیذارن حرفا بره سمت تلخی تموم شدن. همون جوری که راحت سلام میکنن، راحت هم دست تکون میدن و میرن. این شکلی بودن تمرین میخواد که باید یاد بگیریم سبک باشیم و شیرین،
چه توی اومدن، چه توی رفتن. اینم از این رخ به رخ شدن.